اون چم که غرب در جمهوری اسلامی از ابتدا نگران اون بوده، نگرانی چی داشته تا حالا؟ نگرانی این رو داشته که یک تمدن رقیب ایجاد بشه در جمهوری اسلامی در مقابل تمدن ادعایی خودشون، یه تمدن نوینی شکل بگیره که این تمدن مدعی اداره زندگی انسان معاصره. این رو نگران بودن. اساس ایران حراسی، اسلام حراسی هم همین بوده. این که نسبت به اسلام حراس ایجاد میکردند. چرا؟ چون مسلمین دارای یک پیشینه و یک تمدن قوی هستند. اگر به خدایند آگاهی پیدا کنند، دانشمندانش میتونن در عرصه‌های مختلف همچون دانشمندان بزرگ مثل خوارزمی، شما در جبر وقتی که اسم خوارزمی رو میبرید، بسیاری از این نوآوری هایی که الان امروز داره انجام بشه در نانو تکنولوژی، در بیوتکنولوژی، در هوشمندسازی، نگاه کنید به سخنان خوارزمی به عنوان مبانی و اصول این نگاه علمی. در علوم پزشکی نگاه کنید به شیخ الرئیس بو علی سینا به عنوان پدر علم پزشکی که در تمام دانشگاه ها و مراکز علمی دنیا نام بو علی می درخشد. کتاب قانون بو علی همچنان به عنوان یک مبنا برای علم پزشکی ما مطرحه. وقتی نگاه می کنید در علوم رباتیک، همینطور شخصیت هایی که می بینید اینا مسلمان بودند. بدیع الزمان مسلمان بوده، خوارزمی مسلمان بوده. در جهان اسلام اینها این کارهای نو و ابتکاری و علوم اساسی رو بنیاد نهادن که امروز همه این مباحث در راستای نگاه های اونهاست داره شکل میگیره.